تطهیر بدن و ظروف. برای تطهیر بدن بهتر است با استفاده از پنبه یا دستمال سفید از برطرف شدن کامل خون یا نجاسات دیگر مطمئن شویم. سپس آن را آب می کشیم. البته محلی که با ادرار نجس شده است بعد از برطرف کردن عین نجاست با آب قلیل دوبار آب کشیده می شود. بنابراین اگر نجاست بدن در آب کور یا جاری برطرف شود بدن پاک می شود. برای پاک نمودن موی سر و صورت در صورتی که زیاد باشند طبق نظر برخی از مراجع فشار دادن آنها الزامی است. برای تطهیر ظرف نجس با آب کور یا جاری باید یک بار آن را بشوییم. ظرف نجس را با آب قلیل به دو روش میتوان شست. یک، آنکه سه بار آن را از آب پر و خالی کنیم. دو، آنکه سه بار در آن آب بریزیم و در هر دفعه آب را در آن طوری بگردانیم که به همه جاهای نجس آن برسد. ولی اگر ظرفی را سگ لیسیده یا از آن آب یا مایع دیگری خورده، اول باید با خاک پاک، خاکمال و سپس دو مرتبه شسته شود.